گسترش دامنی بحران نمایش انتخابات. جنگ بر سر سهم قدرت و غارت در نمایش آتی انتخابات مجلس ارتجاء ابعاد جدیدی به خود گرفته است. باند مغلوب میگویند همان قانونی که شامل حال متحری و تابش شده باید شامل حال قالیباف هم بشود. چرا علی‌رغم اینکه معاون او در بازداشت است و شبهه فسادهایی در زمان تصدیگری او بر شهرداری تهران در جامعه وجود دارد، به راحتی تایید صلاحیت شد و شورای نگهبان حتی با تایید صلاحیت قالیباف هم توضیحی در این خصوص نداد و باند غالب تقصیر همین خاص خرجی ها را هم به گردن باند رقیب می اندازد. میرسلیم عضو باند مؤتلفه گفت در مورد قالیباف نباید توسط شما خبرنگاران حکم داده شود. قانون انتخابات هم مشکل دارد و من هم به آن اعتراض کردم. ولی دولت و مجلس قانون را اصلاح نکرد و حالا به شورای نگهبان فشار می آورند. در سایر عرصه‌ها هم باندهای حاکم انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می گیرند. برجسته‌ترین نمود در عرصه فساد است. هر باند فساد باند رقیب را می بیند. پاسدار سفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد باند رقیب گفت رفتار افرادی که برای رسیدن به کرسی مجلس حاضرن چندین میلیارد تومان هزینه کنند حتما مشکوک است و میخواهند جیب ملت که همان خزانه ملی است را بزنند. کیهان خامنه‌ای روز 15 بهمن در ادامه اظهارات سفارهرندی به نقل از آخوند عبادی عضو مجلس ارتجاء نوشت 30% نمایندگان مجلس ارتجاء آلوده به فساد اقتصادی هستند. روزنامه حکومتی مستقل هم از باند مغلوب انگشت اتهام را به سمت شورای نگهبان خامنه‌ای برگردان و با اشاره به حجم فسادهای برملا شده از اعضای مجلس آخوندی نوشت این حجم چشمگیر از فاسد کنندگی مربوط به نهادی است که هر 4 سال مورد بازنگری شورای نگهبان قرار می‌گیرد و در ادامه افزود البته بسیاری خود نظارت استصوابی را از عوامل اصلی این فاسد پروری در نهاد مجلس و دیگر نهادهای نظام می‌دانند. این روزنامه حکومتی رأس نظام را مورد خطاب قرار داده و افزود مسئولان بلندپایه نظام اگر این گونه قضاوت درباره نمایندگان و به تبع در موارد دیگر را قبول دارند باید جوابگو باشند که چرا نظامی که بنا بود فضیلت پرور باشد این گونه و در این حجم وسیع فاسد پرور شده است. این میزان از فساد را که هر دو باند از یکدیگر رو کردند با اظهارات محمود صادقی عضو رد صلاحیت شده فعلی مجلس ارتجاء کامل می‌کنیم که خطاب رئیسی سردشخیم قضایی آخوندی از واسطه های اسپرده که با دریافت پول های نجومی احراز صلاحیت مهره ها را برای ورود به مجلس ارتجاء حل و فصل می‌کنند و به این ترتیب روشن می‌شود شورای نگهبان تنها ابزار کنترل مجلس ارتجاء توسط ولی فقیه نیست بلکه یک منبع درآمد برای گماشتگانش در شورای نگهبان نیز می باشد. به این ترتیب در روزهای آتی باید منتظر رو شدن ابعاد دیگری از فساد درون نظام در جریان جنگ قدرت و غارت در مجلس ارتجاء باشیم.